هفته پیش از اون درباره افرادی که به سازمان مجاهدین خلق ایران کمک میکردن مجددا مطرح شده. چه میگذره حول و حوش این پرونده؟ آقای ناصر شریف هماهنگ کننده جامعه ایرانیان برای دموکراسی در کالیفرنیا هست توی خط تلفنی ما. سلام میگیم به شما و به کلیات این موضوع رو از شما میشنویم، چون از پرونده های نسبتا جنجالی بود در روزهای اخیر یا توجه برانگیز. با سلام خدمت شما آقای چهارنگی و سلام خدمت مهمونتون و اجازه بدین عرض سلام بکنم خدمت همه هموطنان عزیز در هر کجایی که صدای ما رو میشنوند. همونطور که فرمودین 7 تن از هموطنانمون در برابر دادگاهی در تاریخ 9 اردیبهشت امسال در حومه لس آنجلس اعلام کردند که از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران هستند و برای این سازمان کمک های انسانی جمع می کردن و این کمک ها جنبه انسان دوستانه و حقوق بشری داشته. اتهام این 7 نفر کمک به سازمان مجاهدین خلق ایران هست و متاسفانه دادستان 8 سال این پرونده رو دنبال میکرد و بعد از 8 سال تعداد زیادی از اتهامات که شاید بیش از 100 اتهام بود رو برای اینها داشتن که همه رو به دور انداختند و این ایرانی ها هموطنان به این اتهام که می گفتن کمک کردن اینها خودشون گفتن که ما به این سازمان کمک میکردیم و به این افتخار میکنیم. من اجازه میخوام از طرف جامعه ایرانیان کالیفرنیا، از طرف خودم و از طرف بسیاری از دیگه از هموطنانمون در کالیفرنیا و دیگر ایالت‌های امریکا که من باشون تماس داشتم به این 7 هموطن شجاع درود بفرستم. از نظر ما اینها قهرمانان آزادی هستند و ما به اونها افتخار میکنیم. علتش هم این هست که تعدادی از این 7 نفر خودشون در ایران زندانی سیاسی بودن، تحت شکنجه آخوندها قرار داشتن و حالا اومدن به اینها اتهام میزنن که چون داشتن کمک برای سازمانی که خودش بزرگترین قربانی نقض حقوق بشر و جنایات این رژیم هست کمک میکردن. خب این اتهام اینجا کشور قانونه. آقای شریف بران از حق وکیل برخوردار هستن قطعا و دادگاه رسیدگی میکنه، یعنی این رو چطور میبینید؟ بله، اینها وکلاشون در اطلاعی اعلام کردند در یک بیانیه که رئیس انجمن حقوق مهاجرین و امنیت ملی در اتحادیه حقوق مدنی آمریکا ACLU اینها منتشر کردند، خواستار لغو این پرونده شدند و گفتند که به خاطر رعایت حق عدالت دولت باید این پیگرد قانونی رو لغو بکنه و معتقدن که این اتهامات بی‌پایه هست. من میخواستم اگه اجازه بدین یک اشاره‌ای بکنم که چرا اصلا این اتهام به این هموطنان زده شد. یک 30 ثانیه شما وقت بدید اگه لطف کنید، اگه میشه بفهم. این همونطور که اطلاع دارین کلن این اتهامی که به این هموطنان زده شد یک سیاست در ادامه همون سیاست مماشات با رژیم آخوندی هست. همونطور که میدونید مقامات دولت کلینتون در پی استمالت از آخوندهای ضد بشر اومدن اسم سازمان مجاهدین رو در سال 97 در لیست تروریستی گذاشتن. فردای همون روز روزنامه لس آنجلس تایمز این عمل رو به عنوان یک هدیه حسنیت اعلام کرد و مارتین ایندیک از روزنامه نیوزویک میگم، مارتین ایندیک که مدیر کل وزارت خارجه اون زمان بود، اون هم اومد همین رو اعلام کرد و روزنامه وال استریت جورنال هم
این رو حاصل مماشات با رژیم آخوندی اعلام کرد. و این جای تأسف داره که به قول معروف یک طنز تلخ تاریخی است از نظر ایرانی ها که دولت امریکا در این که رابطه نزدیک با یک رژیم آدمکش و جنایتکار و مثل رئیس جمهورش احمدی نژاد البته این اتهامات یا اتهامی که متوجه سازمان مجاهدین خلق ایران بود پیش از روی کار اومدن آقای احمدی نژاد بود و این رو من منظورم این که این اتهامات به اینا زده میشه به خاطر نزدیکی به رژیم، به خاطر این که به قول معروف سیاست استمالت ادامه پیدا بکنه. رژیمی که همین چند روز پیش دختر معصومی رو اعدام میکنه و رژیمی که همین سه روز پیش بود دولت سوئد پرده از جاسوسی رژیم و دیپلماتاش در سوئد برداشت. اکنون به خبرهایی از دخالت‌های رژیم آخوندی در عراق توجه فرمایید.